سرهنگ قذافی احتمالا از تجاوز جنسی به عنوان حربهی برای ارعاب و سرکوب مخالفان خود استفاده کرده و حتی بین سربازان داروهای محرک جنسی ویاگرا پخش کرده است. لوئیس مورنو اوکامپو کامپو دادستان کل دیوان کیفری بین المللی در این باره میگوید در اجرای این سیاست از ویاگرا استفاده و کانتینرهایی از مواد افزاینده قوه جنسی جهت تجاوز به زنان خریداری شده است احتمالا به اطلاعات دقیقی که این سیاست را اثبات کند دست خواهیم یافت اولین خبر تجاوز با ادعای ایمان العبیدی به رسانه ها درس کرد زنی سی ساله که به هتل خبرنگاران خارجی در ترابلوس را پیدا کرد تا سرگذشت خود را بگوید او که اکنون در رومانی به سر میبرد گفت چون از شهر بنغازی بود او را دستگیر و پانزده نفر از نظامیان سرهنگ قذافی به او تجاوز کردند